خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت، خدا بوت یارت. اینجا درست همان محلی است که احمد ظاهر هنرمند حنجره طلایی کشور بر روز 24 ماه جوزا سال 1358 هجری خورشیدی در این محل که نرسیده به ارتفاعات سالنگ و در 100 کیلومتری شهر کابل قرار دارد، در یک رویدادی که ظاهرا رویداد ترافیکی خوانده شد و در این رویداد موتر وی با این صخره تصادم کرد، جانش را از دست داد. اگرچه مرگ احمد ظاهر تاکنون در نتیجه رویداد ترافیکی گفته شده است، اما در این اواخر گزارش هایی می رسانند که مرگ احمد ظاهر از پیش طرح ریزی شده بوده است. بیا که ما تو یک جانشینه. ما او طرف دریا بودیم، به بزرگا آمدن در محل حادثه به دیدن چی حادثه رخ داده، دیدن که یک موتر والگاز دیگه پلیس آمد و در اون وقت پلیس آمدن و گفتن که این موتر احمد ظاهر است، هنرمند کشور. نفهمیدیم که شواله کی است، از کجا است، بالا سرش نبودیم دیگه، قوی کار بود بای راست. ما فعلا خود ما در ورکشاپ خنجان مستری بودیم، کار میکردیم، شلیدیم با چشم ندیدیم و آوازش را شلیدیم که این رقم کار راستی تشویش شدیم و بگیم با جگر ما خون شد که چرا که حادثه شود. باز همی قوی کاری که میجا از با وردمان نمی سرک بود، همی ها گرفته بودن و کشیده بودن و هر طرف که بردن و رسان نبودن. احمد ظاهر با عشق فراوانی که به موسیقی و آوازخوانی داشت، هنوز دانش آموز لیسه حبیبیه بود که آوازخوانی را آغاز کرد و نخستین آهنگش را در سال 1340 هجری خورشیدی در کنسرتی در لیسه حبیبیه که به مناسبت جشن معلم برگزار گردیده بود خواند و سخت مورد استقبال قرار گرفت. وی با ایجاد گروه هنری لیسه حبیبیه در کنسرتی در کابل ننداره لقب ستاره حبیبیه را از آن خود ساخت و پس از آن به بلبل حبیبیه شهرت یافت. احمد ظاهر پس از یک دوره تحصیل در کابل برای ادامه تحصیلاتش به هندوستان رفت. و این نخستین آهنگش را در سال 1344 هجری خورشیدی در رادیو افغانستان ثبت کرد و نیز در نخستین روزهای اعلام جمهوریت از سوی سردار محمد داوود در سال 1352 هجری خورشیدی آهنگی را زیر نام جمهوریت در رادیو افغانستان خواند. و در سال 1351 هجری خورشیدی لقب بهترین آوازخوان سال را به دست آورد. آنچه که احمد ظاهر را به شهرت رساند، عشق و علاقه او با موسیقی و آوازخوانی و نیز باریک‌اندیشی و در گزینش اشعار و ساختن آهنگهایش بود. بعد از یک مدت دراز بازم یک تعداد جوانای هنرمند و مورد علاقه شما شنوندگان عزیز دوباره گرد هم جمع میشن تا خوبترین و مقبولترین آهنگهای خود با عنوان به اصطلاح برگ سبز تحفه درویش پیشکش کنند. اگرچه جوانای آماتور در گذشته هم با رادیو افغانستان همکاریهایی داشتند، ولی با وجود آمدن مدیریت آماتوران امید دارم که کارها و پروگرامهای ما منسجمتر شده و در جهت رشد موسیقی آماتور مستر کارهای هنری بیشتر و خوبتر شدیم. مثلا ظاهر وایدا خواننده جوان و محبوب همه ما و شما و عده از جوانانی که تازه با ما آرزومند همکاری شدند، این امیدواری را قوی میکنه که زحمات ما مثمر ثمر میشه. البته رضایت خاطر و تشویق شما شنونده های عزیز مثل رای ما خواهد بود. در بستر نام
وی همیشه تلاش میکرد تا بهترین، نابترین و زیباترین اشعار را از شاعران نامداری چون مولانا جلال الدین بلخی، ابوالقاسم لاهوتی، فروغ فرخزاد، استاد خلیل الله خلیلی، حافظ، سعدی و دیگران برگزیند و نیز آهنگسازان مشهور کشور چون نینواز، استاد خیال و دیگران را برای ساختن آهنگهایش میگزید. احمد ظاهر شاید از نخستین کسانی بود که آلات موسیقی غربی را با موسیقی افغانی در هم آمیخت و افزارهای چون اکاردیون، ارک، ترومپوت و دیگر را در شمار افزارهای موسیقی افغانی افزود. وی کم و بیش 400 آهنگ دارد اما تنها دارای 2 آهنگ تصویری می باشد. احمد ظاهر 3 بار ازدواج کرد. نخستین پیوند وی با دختری به نام ناجیه بود که با جدایی انجامید و پیوند دوم وی با مرگ خانمش خالده همراه بود و ازدواج سومش با فخریه صورت گرفت. از احمد ظاهر 2 فرزند به نام های شبنم و رشاد بر جا مانده اند که در ایالات متحده آمریکا به سر می برند. احمد ظاهر نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای همسایه افغانستان به ویژه تاجیکستان و ایران نیز علاقمندان زیادی دارد. دیگه دی جان دیگه یافم نمیشه و دیگه نیست. یک انجرش جری طلوعی داشت دیگه. مردم زیادتر به منجرش علاقمند است که چون بسیار وقت میشه که فوت هم کرده و باز هم دیگه صدایش در افغانستان و شما دیگه رو به تازگی سمیه. من خودم بسیار دوست دارم ولی کسیتشو موندم و تایب موتر هست بدارم و هر طرف که میرم چالان میشه. مثل اونا که انجرشون بسیار عالیست. شخصا من که بسیار علاقه دارم برای آوازش. احمد ظاهر هنرمند پرآوازه کشور پس از آن که در رویداد ترافیکی در سالنگ جانش را از دست داد از آنجا به کابل انتقال داده شد و با مراسم ویژه‌ای و حضور هزاران تن از هواخواهانش در شهدای صالحین یکی از قبرستان‌های مشهور شهر کابل به خاک سپرده شد. با به میان آمدن اداره طالبان آرامگاه احمد ظاهر از سوی طالبان نابود شد، اما پس از فروپاشی اداره طالبان هواخواهان وی دوباره آرامگاه احمد ظاهر را بازسازی کردند و اینک 32 سال است که احمد ظاهر در اینجا آرام خفته است و تنها صداست که میماند. راتب نوری، طلوع نیوز.